درود به شما شنوندگان عزیز، شما به رادیوی جهانی پارس گوش می دهید. در این قسمت برنامه خلقت تازه پخش خواهد شد. شما می توانید در طول پخش این برنامه از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم. از بهره چه مرا طلب می کردید؟ مگر ندانستید که باید من در امور پدر خود باشم؟ خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستدارتون سارا را بپذیرید. تمام مردم دنیا کم و بیش راجع به عیسی مسیح می دونن و شهرت او رو به خاطر تولدش و جشنی که مردم دنیا برای او می گیرن می دونن. ولی داستان زندگی عیسی غیر از ایناست. عیسی در یک آخری در بلت لحم به دنیا اومد و پدر آسمانی او فرشته‌هاش رو فرستاد که مژده تولد عیسی رو به مردم اون حوالی بدن. مجوسیان دنبال ستاره‌ای رو که پدر آسمانی به اونا نشان داده بود گرفتند و رفتند تا به همون آخری رسیدن که عیسی در اونجا به دنیا اومده بود و اونا بر روی صورت بر زمین افتادن و عیسی رو سجده و ستایش کردند. برای عیسی هدایایی از قبیل طلا و کندر و مر آوردند. اطلاعات زیادی راجع به طفولیت عیسی در دست نیست. مسلماً اونم مثل بچه‌های دیگه بود، می‌خوابید و می‌خورد و شایدم بازی می‌کرد و بعداً کمی که بزرگتر شد بغل دست یوسف کار می‌کرد. بعد از مرگ یوسف، عیسی چون اولین فرزند مذکر اون خانواده بود و فقیر هم بودن، جای یوسف رو گرفت و شروع به کار کرد که بتونه زندگی خانواده‌اش رو تأمین کنه. عیسی یه بچه بود و مسلماً برای مریم مادر عیسی خیلی مشکل بود که با عیسی همون رفتاری رو داشته باشه که با فرزندان دیگرش داشت، چون او تنها کسی بود که میدونست پدر واقعی عیسی چه کسی هست. و سلیمان نبی فرموده طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. منظور در اینجا اینه که هر بچه‌ای باید به یک طور به خصوصی تربیت بشه، چون هر بچه یک شخصیت به خصوصی داره. یادم زمانی که بچه هامون کوچیک بودن، دخترامون از پسرامون شیطون تر بودن. البته پسرامونم به خاطر کارهای اشتباهی که می کردن تنبیه می شدن، ولی دخترامون ما رو کلافه می کردن و ما باید برای هر بچه یک راهی رو پیدا می کردیم تا بتونیم اونا رو ادب و تربیت کنیم. پدر آسمانی هم خواسته به ما نشون بده با اینکه عیسی یک بچه معمولی به نظر می آمده، ولی او با تمام بچه های دنیا فرق می کرده. متاسفانه ما اطلاعات زیادی راجع به دوران کودکی عیسی نداریم و جریانات زمان کودکی او در هیکل نشانگر بلوغ زودرس او بود. در اون زمان یهودیان هر سال برای عید فصح به اورشلیم می رفتن. در اون موقع عیسی یک پسر بچه 12 ساله بود و طبق قوانین یهود تمامی خانواده به اورشلیم می رفتن. وقتی که مراسمشون رو به اجرا در می آوردن، به شهرشون که همون ناصره بود برمی گشتن. اما عیسی بدون اطلاع یوسف و مادرش در اورشلیم موند. اونا روز اول متوجه نشدن، چون فکر میکردن که او در میان همسفراشونه. ولی وقتی که شب شد دیدن عیسی نزد اونا نیامده، اونا به دنبال عیسی در میان اقوام و بستگانشون گشتن و
و عیسی را پیدا نکردند. چون نگران شده بودند مجبور شدند که به اورشلیم برگردند. سرانجام پس از 3 روز جستجو او را پیدا کردند. عیسی در خانه خدا و در میان علمای فقیه نشسته بود و درباره مسائل عمیق با اونا گفتگو میکرد و همه از فهم و جوابهای یک پسر بچه 12 ساله در حیرت و شگفت بودن. یوسف و مریم نمیدونستن که چی کار کنن. مادر به عیسی گفت: پسر عزیزم، چرا با ما چنین کاری رو کردی؟ ما دلواپس تو بودیم، همه جا رو به دنبال تو گشتیم. و عیسی پرسید: چه لزومی داشت که شما به دنبال من بگردین؟ مگه نمیدونستین که من باید در خونه پدرم باشم؟ بعد عیسی همراه یوسف و مریم به ناصریه برگشت و او همواره به حرف اونا گوش میکرد و مریم هر چیزی رو که یا میدید و یا میشنید در قلبش نگه میداشت. عیسی مانند یک جوان معمولی رشد کرد و بزرگ میشد، ولی مورد پسند خدا و مردم بود. در اینجا به ما نشون میده که عیسی نمایانگر معلوماته و در ارتباط با عهد عتیقه. در اون زمان عهد عتیق کلام مکتوب الهی بود و عیسی به اون عشق میبرزید. وسعت میزان آشنایی او با عهد عتیق در نظر الهیون اون زمان حیرت آور بود. او با کلام خدا زندگی می کرد و اون رو در جهت غلبه بر وسوسه ها به کار می گرفت. مرگ صلیب نشانگر میزان اطاعت او از این کلامه. بعدها به عهد عتیق نوشته های عهد جدیدم اضافه شد که بر زندگی خود عیسی متمرکز بود. اگر اون چرا که عیسی از کلام خدا در دسترس داشت در نظرش اینقدر مهم و عزیز بود. عیسی کاملا مطیع پدر آسمانیش بود. در زمانی که به مریم گفت من در خونه پدرم هستم، مریم متعجب شد. مریم تا اون زمان هیچ چیزی رو راجع به باردار شدن خودش و روح القدس چیزی به عیسی نگفته بود. عیسی از یوسف حرف شنوی داشت، به او احترام میذاشت، از او اطاعت میکرد، ولی او در واقع میدونست که او پسر خدای یکتاست و میخواست که به مریم و یوسف بگه که پدر واقعی من چه کسیه و من برای چی به این دنیا اومدم و کار من در آینده چی هست. نکته دیگرش اینه که عیسی در زمانی که با فقها نشسته بود، اونا از کلام او در حیرت بودن و به حرفای اونا گوش میکرد، ولی احتیاجی نداشت چیزی از اونا یاد بگیره. عیسی در زمان فعلی هم آماده است که به سخنان ما، به دردها، ناله‌های ما گوش کنه و ما رو با اون حکمتی که داره کمک و راهنمایی کنه. عیسی با اون همه معلومات و حکمتش از فقها سوال میکرد. عیسی از ما میخواد که از او سوال کنیم و به وسیله معجزات او به او ایمان بیاریم. و کتاب مکاشفه گفته فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. منظور در اینجا اینه که اون خدایی که در ابتدا وجود داشته هنوز هم وجود داره و زنده است و تا آخرم وجود خواهد داشت. یک روزی دوباره به این جهان خواهد اومد. نکته دیگه اینه که عیسی در زمانی که گوش میکرد سوالم میکرد و جوابم میداد. اگر شما عزیزان از او سوال کنین، جواب شما رو خواهد داد و عیسی فرموده سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم
201-638-9898-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. در طریق زندگی در این جهان سوی تو روم با قلب و روح و جان، راه تنگ تو بود مسیر من، روح قدوست بود هادی من، راه تنگ تو بود مسیر من، روح قدوست بود هادی من. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم، ای مسیح. شادی تو ای مسیح قوت ماست، وعده های الهی ثروت ماست. تقدیمت کنم این روح و جسم و جان، تا شبم شبیه رب عالمیان. تقدیمت کنم این روح و جسم و جان، تا شبم شبیه رب عالمیان. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم، ای مسیح. آتش روح قدوست ای مسیح، شعله برسازد وجود آدمی، جرأت و دلیری بخشد و به ما، تا اعلام نماییم پیام خدا. جرأت و دلیری بخشد و به ما، تا اعلام نماییم پیام خدا. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم، ای مسیح.